سرخط چون خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. سفر زلمه خلیلزاد به بروکسل و بحث او با رهبری ناتو در مورد تلاش‌هایش برای آوردن صلح در افغانستان، گشایش راه لاجورد و راهیابی افغانستان به بازارهای تجارتی آسیای مرکزی و اروپا. 17 سال پیش افغانستان دنزوا و افزایش تلاش ایالات متحده به خاطر وضع فشارهای بیشتر بین المللی بر ایران. سلام، سرزیو هستم. با تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 13 دسامبر سال 2018 است و فراموش نکنید که برنامه کنونی در فیسبوک دری صدای امریکا نیز به گونه مستقیم نشر میشه. خبرها را با گزارش در مورد افغانستان آغاز میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان امروز در شهر بروکسل در مورد تلاش‌های صلح بر رهبری ناتو معلومات میدهد. بر اساس خبرنامه ناتو، آقای خلیلزاد با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو نیز ملاقات میکند و در این ملاقات روی نقش آقای خلیلزاد در تلاش‌های صلح افغانستان بحث میکند. آقای خلیلزاد پس از بحث با رهبری ناتو در این سازمان سخنرانی نیز خواهد کرد. او روز دوشنبه در ترکمنستان با رشید مردوف وزیر خارجه این کشور ملاقات نموده، در مورد همکاری ترکمنستان در پروسه صلح افغانستان صحبت کرده بود. زلمه خلیلزاد 11 روز پیش سومین سفرش را به افغانستان و کشورهای منطقه به خصوص پاکستان آغاز کرد. او بعد از بلژیم به امارات متحده عربی و قطر نیز خواهد رفت. فرصت داریم تا برای دریافت معلومات تازه در مورد جزئیات ممکن بحث آقای خلیلزاد با رهبری ناتو با لیلما سدید خبرنگار آزاد که همکنون از مقر ناتو در بروکسل از طریق اسکایپ در برنامه با ما هستن صحبت داشته باشیم. خانم سدید تشکر از وقت، سلام بر شما. جزئیات تازه در مورد این نشست و یا هم ملاقات دو طرف به شما چی است؟ تشکر. قسمی که شما هم یادآور شدین، امروز آقای خلیلزاد به بروکسل رسیدن و همی فعلا در مقر ناتو با مقامات کشورهای عضو ناتو جلسه دارن و قبل از اینکه اینا به این جلسه شورای اتلانتیک شمالی بپردازن، ملاقات دو جانبه میان سرمنشی ناتو آقای یانس استولتنبرگ و آقای خلیلزاد خاتمه یافت و اینا در یک جلسه که تمام سفرهای کشورهای عضو ناتو که 29 سفیر میشن در اینجا شرکت کردن و تلاش به خاطر آوردن سال در افغانستان است و روی از این مسئله اینا چند زنی میکنن، به دلیل از اینکه در نشست وزرای خارجه مقامات ناتو تاکید بری کردند که مسئله صلح افغانستان باید از طریق گفتگوها و همچنان افغانی میان مقامات افغانی و برهبری و مالکیت افغانها باشد. دلیل سفر از اینا هم در رابطه به امی موضوع هست و اینا بیشتر تلاش میکنن مقامات ناتو را متقاعد بسازن که خب بالاخره در میدان جنگ نه این طرف نه اون طرف میتونن که برنده یا بازنده باشن. به این دلیل بهتر است که ما بیشتر روی گفتگوها فوکس بکنیم و آقای خلیلزاد رهبری از این جلسه میان گروه های مخالف و میان افغانستان با مازیر تکنیکی باعث میشه که رابطه ما با خانم سدید قطع شود. اگر جزئیات متفاوتر و یا هم مشخص در مورد اجندای بحث و نکات مهم بحث دستگیر ما شد، انشاءالله که دوباره خدمت خانم سدید حاضر خواهیم شد. برنامه ادامه پیدا میکنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دهلیز تجارتی راه لاجورد را گام مهم برای تبدیل نمودن این کشور با چهار راه منطقه عنوان میکنه. آقای غنی در مراسم افتتاح مسیر راه لاجورد در ولایت هرات امروز گفت دیگر زمان تهدید و مسدود نمودن راه های ترانسپورتی به پایان رسیده است. خلیل نورزایی در مورد گزارش داد. سرانجام آرزوی صنعتکاران و دولت افغانستان در پیدا کردن یک راه بدیل تجارتی به ثمر نشست. راه لاجورد که از چهار کشور ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه می‌گذرد، دهلیز تجارتی مهمی است که افغانستان را قادر می‌سازد به بازارهای اروپایی دسترسی پیدا کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنج شنبه در حضور شماری از مقام‌های افغان و سفرهای کشورهای عضو این دهلیز تجارتی در ولایت هرات گفت با افتتاح این مسیر موانع بزرگ ترانسپورتی از سر راه تاجران افغان برداشته می‌شود. 10 سال پیش افغانستان دنزوا بود. ما را ارتباط با کس نداشتیم. و چند سال پیش، 4 سال پیش تهدید می‌شدیم که اگه این سرحد بسته کنیم سرتان یا او سرحد نان خوردن نخواد داشتین. امروز افغانستان متوسل است. رئیس جمهور غنی همچنان گفت بازگشایی مسیر راه لاجورد به معنای بسته شدن راه‌های ترانسپورتی دیگر با کشورهای همسایه نبوده، بلکه نقطه‌ای برای اتصال کشورهای آسیای جنوبی با آسیای میانه است. امروز ما نه تنها دروازه نیمه قاره هند هستیم، امروز انشالله تعالی باز دروازه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا. همزمان با افتتاح مسیر راه لاجورد، نخستین محموله 180 تنی کالاهای صادراتی افغانستان شامل میوه‌جات خشک و پنبه نیز از طریق این دهلیز از ولایت هرات به سمت کشور ترکیه حرکت کرد. اوزان ارتغرل، سفیر کشور ترکیه در افغانستان، نیز در این مراسم مسیر راه لاجورد را برای کشورهای عضو مهم خوانده گفت این دهلیز میتواند راهگشای همکاری‌های بیشتر منطقوی باشد. راه لاجورد یک پروژه بی‌نهایت مهم برای کشورهای عضو آن میباشد که این پروژه میتواند بر امنیت افغانستان تأثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد، چون اقتصاد و امنیت با هم گره خورده است. دکتر سید یحیی اخلاقی، رئیس عمومی ترانسپورت بین المللی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، نیز گفت راه لاجورد این امکان را فراهم می‌سازد تا تجارت خارجی افغانستان بیشتر از گذشته بهبود یابد. امضای موافقتنامه ترانزیتی راه لاجورد این امکان را فراهم می‌سازد برای افغانستان تا بتانه از طریق این چهار کشور به اروپا دسترسی داشته باشد و باعث انکشاف تجارت خارجی ما شود و باعث بهبود در بلانس تجارت خارجی ما شود. محمد اشرف غنی همچنان پیش از افتتاح مسیر راه لاجورد به سرک بایپاس هرات رفته و این سرک حلقوی را که راه موترهای باربری از بیرون شهر هرات به شاهراه هرات قندهار را متصل می‌سازد نیز افتتاح نمود. اینطور به نظر می‌رسد که سران حکومت وحدت ملی با افتتاح پروژه‌های بزرگ اقتصادی و زیربنایی در جریان 4 سال گذشته تصمیم دارند تا افغانستان را به عنوان بازیگر مهم منطقوی در آسیا معرفی کنند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات. خب در ایالات متحده در خلال مراسمی که در پانتون کلمبیای شهر نیویورک این کشور برگزار شد، کارشناسان سیاست خارجی همکار با این پانتون و تحلیل آینده گفتگوهای صلح در افغانستان و نقشی که کشورهای منطقه به خصوص پاکستان میتواند در این پروسه ایفا کند پرداختند. این کارشناسان برای بحث پیرامون کتاب جنگ افغان به نوشته استیو کول گرد هم آمده بودند. شرح بیشتر در این مورد را در گزارش دنبال میکنیم. استیو کول به دلیل پوشش خبرهای مربوط به دهشت افغانی و جنگ افغانستان برنده جایزه معتبر پولیتزر شده است. به گفته کول، برای برقراری صلح پایدار در افغانستان حمایت پاکستان یک امر حیاتی می باشد. من فکر میکنم پاکستان علاقمند شنیدن دیدگاه ایالات متحده در خصوص برایند این مذاکرات است. واضح است که پاکستانی ها می توانند در این پروسه نقش ایفا کنند و آنها باید در آن دخیل باشند. آنها سرحدات طولانی مشترک با افغانستان دارند و سابقه حمایت از گروه های را دارند که در افغانستان فعال بودند. آقای کول از منتقدان دستگاه های استخباراتی پاکستان به شمار می رود، زیرا به نظر وی این نهادها از گروه طالبان حمایت می کنند که موجب تضعیف تلاش های واشنگتن و کابل برای آوردن صلح و ثبات به افغانستان شده است. استیفن بدل که مشاور حکومت جورج دبلیو بوش و باراک اوباما در خصوص پالیسی های ایالات متحده امریکا در افغانستان و عراق بود، می گوید که در کنار پایان بخشیدن به دخالت های کشورهای همسایه در افغانستان، حکومت و سیاستمداران افغان شیوه حکومتداریشان را نیز باید بهبود بخشند.
کاهش فساد اداری در حکومت افغانستان می تواند جز نیازهای رسیدن به این توافق و یا یکی از نیازهای تثبیت آن باشد. حتی در صورت رسیدن به یک توافق و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، برای تداوم آن نیاز است که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده با کمک‌هایشان ادامه دهد. به اعتقاد بدل، پروسه برقراری صلح پایدار در افغانستان ممکن سالها طول بکشد و ایالات متحده آمریکا باید تا رسیدن به این هدف نهایی با حمایتش از حکومت افغانستان ادامه بدهد. حتی در صورت رسیدن به یک توافق و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، برای تداوم آن نیاز است که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده با کمک‌هایشان ادامه دهد. این کارشناسان آمریکایی بر این باورند که حکومت دونالد ترامپ تصمیم شتاب زده در خصوص پروسه صلح که می تواند برای صلح و امنیت افغانستان تعیین کننده باشد، نخواهد گرفت. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. در نتیجه تصادم یک قطار آهن سریع‌السیر در ترکیه حداقل 9 نفر کشته. یک مقام ترکیه گفت این قطار با یک قطار آهن دیگر در نزدیکی انقره تصادم کرده و در آن بیش از 46 نفر دیگر زخمی شده است. در پیوند به این تصادم 3 نفر بازداشت شده است. هنوز واضح نیست که این قطار آهن هنگامی که تصادف کرد با چه سرعت در حرکت بود. به گفته مقامات تحقیقات در مورد آغاز شده است. چین یک شهروند کانادایی دیگر را در آن کشور بازداشت کرد. چین بیشتر یک مدیر اجرایی ارشد چینایی در کانادا را توقیف کرده بود. یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که مایکل سپافورد، مشاور تجارتی، با مایکل کوفری، دیپلمات پیشین کانادا، هر دو روز دوشنبه به ظن ارتباط با فعالیت‌های بازداشت شدند که بیجینگ آن را خطر به امنیت ملی چین عنوان کرده است. کریستیان فریلند، وزیر خارجه کانادا، میگوید که سپافورد پس از بازجویی توسط مقامات چینایی با مقامات کانادایی تماس گرفته است. معلومات بیشتری در این رابطه ارائه نشده است که سپافورد در کجا، چگونه و چرا بازداشت شده بود. اما چین روز چهارشنبه گفته بود که مایکل کوفریک، دیپلمات پیشین کانادایی، به اتهام تهدید امنیت ملی چین بازداشت شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد، آتش بس نیروهای حکومتی و شورشان حوثی یمن در شهر هدیده و خروج سربازان از آن بندر را گام مهم و پیشرفت واقعی و سوی مذاکرات آینده برای ختم جنگ در یمن خوانده است. آنتونیو گوترش در مراسم اختتامیه نشست سویدن ضمن قدردانی از هیئت یمنی توافق آتش بس آنان را یک دستاورد خوانده، گفت که دور بعدی مذاکرات قرار است در آخر ماه جنوری برگزار شود. در همین حال مجلس سنای ایالات متحده امروز روی قطعنامه برای ختم حمایت آمریکا به مداخله نظامی عربستان در یمن رأی می‌کند. عدل خاشقچی و ادعای دخالت بن سلمان ولی عهد عربستان در آن رویداد از دلایل عمده بازنگری روی حمایت واشنگتن از جنگ ریاض در یمن است. و مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که فعالیت میزایل بالستیکی ایران از زمان معامله هسته‌ای سال 2015 بیشتر شده است و تعزیرات بین المللی قوی تر برای جلوگیری چنین فعالیت را تقاضا کرد. محمد احمدی جزئیات بیشتر را در گزارش دنبال کرده. تمامی اعضای شورای امنیت از معامله هسته‌ای به غیر از اداره فعلی ریاست جمهوری ایالات متحده حمایت می‌کند. آمریکا از این توافقنامه در ماه می خارج شد و ماه گذشته دوباره تعزیرات را اعمال کرد. ایران از نیت خوب کشورها سوء استفاده کرده است و در جستجوی خود برای تقویت نیروی میزایل بالستیک از چندین منشور شورای امنیت سرپیچی کرده است. وزیر خارجه آمریکا ایران را متهم کرده است که آن کشور بزرگترین نیروی میزایلی بالستیکی را در شرق میانه دارد که بیشتر از 10 سیستم را در ذخیره‌گاه یا در حال توسعه دارد. طبق ادعای مقام‌های ایرانی، برخی میزایل‌های ساخت آن کشور می‌توانند تا مسافت 2000 کیلومتری پرتاب شوند، یعنی تا فاصله‌ای که به گفته پامپیو ممکن برخی کشورهای اروپایی را هدف قرار دهد. توافقنامه هسته‌ای سال 2015 تعزیرات اقتصادی بر ایران را در عوض محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور حذف کرد و به مفتشین بین المللی اجازه بازرسی داد.
اداره بین المللی انرژی اتمی به کرات تصدیق کرده است که ایران به تعهد خود مطابق آن توافقنامه عمل کرده است. یک فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصدیق این توافق از ایران خواسته تا آن کشور در فعالیت میزایل بالستیکی با قابلیت انتقال سلاح هسته‌ای دخیل نشود، اما اظهار ممنوعیت نکرده است. دیروز مایک پامپیو خواستار تشدید تعزیرات بین المللی برای فعالیت میزایلی بالستیکی ایران شد. ایالات متحده در صدد کار با تمامی اعضای این شورا برای اعمال دوباره تعزیرات بر برنامه میزایل بالستیکی ایران مطابق فیصله نامه سال 1929 می باشد. مقام های ایرانی که همیشه برنامه هسته‌ایشان را برای مقاصد صلح‌آمیز خواندند، از خارج شدن اداره رئیس جمهور ترامپ از توافقنامه هسته‌ای 2015 انتقاد کردند. این شورا باید قویاً ایالات متحده را به خاطر اعمال دوباره تعزیرات غیرقانونی علیه ایرانی‌ها در نقض منشور قوانین بین‌المللی محکوم کند. و متحدین اروپایی واشنگتن به گونه محکم عقب این معامله هستند. ما باور داریم که این توافقنامه همکاری بسیار مهمه برای طرح جهانی خلع سلاح‌سازی می باشد. این یک سرمایه مهم برای امنیت منطقه و امنیت اروپا است. و این توافقنامه منفعت مهم همه ایمان است. فشار ایالات متحده برای تعزیرات بالستیکی سخت‌تر بر ایران غیر محتمل است که به شورای امنیت برسد، جایی که کشورهای مثل روسیه و چین چنین تدابیری را می‌توانند وتو کنند. در ایالات متحده، مایکل کوهن وکیل مدافع سابق رئیس جمهور ترامپ در ارتباط با تخلف از قانون انتخابات و دروغگویی به کنگره این کشور به 3 سال زندان محکوم شد. آقای کوهن یکی از شاهدین کلیدی در روند تحقیقات در مورد مداخله ممکن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و تبانی احتمالی نزدیکان آقای ترامپ با روس‌ها پنداشته می‌شد. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیزالرحمن دنبال کرده و همکنون از مقابل امارات کنگرس در برنامه با ما هستن. عزیز جان سلام، دوباره و خسته نباشین. محکوم شدن آقای کوهن به زندان تا چه حد یک پیشرفت در تحقیقات روسیه میتونه باشه؟ تشکر. خب تحلیلگرانی که با صدای امریکا صحبت کردند اونا به این باور هستند که در تحقیقات روسیه البته این محکومیت مایکل کوهن یک پیشرفت قابل ملاحظه است، چرا که نه تنها مایکل کوهن به تخلفات یا جرم خود اعتراف کرده، بلکه تعداد از چهره هایی که در گذشته با ترامپ همکاری داشتند یا نزدیک بودند اونا نیز به تخلفات و جرایم را که مرتکب شدند اعتراف کرده اند. به طور مثال پال منافورت مسئول سابق کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ و مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ به این اعتراف کرده اند که در مورد تماس های خود با روس ها با چارانوالان دروغ گفتند. ولی با وجود این همه اعترافات سؤال کلیدی که تا هنوز به پاسخ باقی مانده اوی است که آیا دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2016 و به خاطر موفقیت در آن انتخابات با روس ها همدستی داشت یا خیر؟ سؤالی که رئیس جمهور دونالد ترامپ خودش بارها او را رد کرده و گفته که هیچ نوع تبانی با روس ها نداشته است. مایکل کوهن وکیل مدافع سابق دونالد ترامپ در ارتباط با تخلف از قانون انتخابات و دروغگویی به کانگرس به 3 سال زندان محکوم شد. کوهن قبلا اعتراف کرده بود که به خاطر خاموش نگه داشتن 2 زنی که ادعای مقاربت جنسی با ترامپ را داشتند از بودجه کمپاین انتخاباتی سال 2016 پول پرداخت کرده بود. بر اساس اوراق محکمه سرانوالان گفتند که کوهن این پول را با دستور دونالد ترامپ پرداخت کرده بود. مایکل کوهن به خاطر دروغ گفتن به کنگرس در مورد یک پروژه ساختمانی دونالد ترامپ در روسیه نیز محکوم شناخته شده است. کوهن دیروز در محکمه گفت که این وفاداری کورکورانه او بود که باعث شد تا آن چیزی را که کوهن اعمال ناشایسته دونالد ترامپ خواند پنهان کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ قبلا هر نوع همدستی میان کارزار انتخاباتی خود را با روسیه رد کرده و تحقیقات در این مورد را یک دسیسه خوانده است. ترامپ ماه گذشته در مورد همکاری کوهن با ترانوالان چنین گفته بود. مایکل کوهن دروغ میگوید و تلاش دارد مجازاتش به خاطر چیزهایی که هیچ ربطی به من ندارد کاهش پیدا کند. علاوه بر کوهن انتظار می رود که مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ نیز هفته آینده در ارتباط با تحقیقات روسیه محکوم شود.
فلین نیز پذیرفته است که در مورد تماس‌هایی که قبل از مراسم تحلیف ترامپ با سفیر روسیه داشت، با سرانوالان دروغ گفته است. تعداد از تحلیلگران به این باورند که روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تشدید یافته و ممکن در اوایل سال آینده به اوج خود برسد. ما از کوهن انتظار داشتیم که معلومات بدهد که چنین نیز کرد. او کار زیادی را با شهود دیگری که همکاری کردن نیز انجام داده است. بران فکر می کنم که در چند ماه آینده شاید ما شاهد یک جمع‌بندی این تحقیقات باشیم. کوهن که یک بار در گذشته گفته بود که حتی حاضر است به خاطر ترامپ گلوله بخورد، قرار است به تاریخ ششم ماه مارچ سال آینده راهی زندان شود. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. تریسا می صدر اعظم بریتانیا با کسب 200 رای از مجموع 317 رای تاییدی و یا هم رای تاییدی حزب محافظه‌کار خودش را برای یک سال دیگر نیز به عهده خواهد داشت. پس از کسب رای اعتماد شام چهارشنبه، خانم می از قانونگذاران کشورش خواست تا یک جا با هم برای خروج منظم بریتانیا از اتحادیه اروپایی کار کنند. در صورت عدم کسب رای اعتماد، تریسا می مجبور می شود از سمت صدارت بریتانیا کناگری کند، تحولی که به مغلق شدن بیشتر روند خروج آن کشور از اتحادیه اروپایی ختم می شود. خانم می هنوز هم برای خروج از اتحادیه اروپا با وجود مخالفت سیاسی و همحزبی هایش مواجه است. راهلا نوید موسیقیدان است که از 27 سال به این سو آله موسیقی کلرن می نوازد. راهلا که دختر یک خانواده آمریکایی افغان تبار است، اکنون برای شاگردان مکتب در منطقه ویرجینیای شمالی موسیقی درس می دهد. او می گوید موسیقی شوق اوست و کودکان باید از سنین خردسالی برای آموزش موسیقی تشویق شوند تا استعدادهای آنها هم رشد یابد. همکارانم ژیلا نوری و کاشف وحید با شرکت در یکی از برنامه‌های موسیقی راهل نوید در دانشگاه جورج میسن در واشنگتن دی سی حضور یافته و یا هم در محله واشنگتن دی سی حضور یافته و این گزارش را آماده کرده. راهل نوید در منطقه فرفکس ویرجینیای شمالی در گروه‌های موسیقی کوچک و بزرگ کلارنت می‌نوازد. و اخیراً در یکی از رویدادهای مهم کنسرت ارکستر بزرگ موسیقی در دانشگاه جورج میسن شرکت کرده بود و کلارنت نواخت. راهلا در خانواده آمریکایی و افغان زاده شده است. پدرش حامد نوید نویسنده و پژوهشگر تاریخ هنر افغانستان است که در ایالات متحده به سر می‌برد. اکنون راهلا با دنبال کردن رد پای پدرش به عنوان اولین نوازنده کلارنت آمریکایی افغان هنرش را دنبال می‌کند. بانو نوید با شنیدن نوای موسیقی افغانی بزرگ شده است و زندگی خود را وقف فراگیری موسیقی نموده است. او از تدریس موسیقی و شریک ساختن مهارت‌هایش لذت می‌برد. Growing up, of course, I always heard my father playing harmonium and singing. ما با شنیدن نوای هارمونی پدرم و سرودن برخی از آهنگای افغانی کنان شدیم. در ایالات متحده کودکان از سنین 10 سال به بالا نواختن آلات موسیقی را یاد می‌گیرند و من کلارنت را انتخاب کردم و 27 سال میشه که ایاله را می نوازم. به گفته راهلا نوید، خانواده های مهاجری که فرزندانشان را در ایالات متحده به دنیا می آورند با کمک گزینه همچون موسیقی می توانند استعدادهای آنها را رشد دهند. راهلا یکی از این دختران افغان است که با بزرگ شدن در خانواده افغان آمریکایی با نواختن کلارنت توانسته است با آرامش درونی زندگیش راه یابد. ما با شنیدن موسیقی بزرگ شدیم و نوای موسیقی متفاوت از موسیقی آمریکایی را شنیدیم. موسیقی افغانی با نوت‌های بالا در برابر نوت‌های پایینی نواخته می‌شوند. با آنکه من نواختن موسیقی افغانی را یاد نگرفتیم، اما در بخش موسیقی کلاسیک درس خواندیم و بکالوریا و ماستری به دست آوردیم. فکر می‌کنم مهارت من بیشتر در نواختن کلارنت است. موسیقی
راحل اخیراً در دانشگاه جورج میسن در ارکستر بزرگ موسیقی شرکت کرده بود و کلارنت نواخت. So at George Mason University we're very privileged we have شاگردان دیجه و درجه های مختلف بکالوریا، ماستری و دکترای موسیقی درس می خوانند. شاگردان ما از کشورهای مختلف جهان هستند و آنها از اینجا فارغ میشن و در بخش موسیقی به طور مسلکی کار می کنند. ما با تدریس همچون محتوای مشرح برای شاگردان افتخار می کنیم. راهله می گوید کودکان از سنین کم باید تشویق شوند تا موسیقی یاد بگیرند و استعدادهای آنها رشد داده شود. او در حال حاضر با شاگردان مکاتب مختلف در بخش موسیقی کار می کند. در منطقه فیرفکس ویرجینیا شمالی من شاگردان صنف 5 و 6 درس میتم. من برای آنها کم کم 11 آله موسیقی مختلف یاد میتم. من توله میزنم، کلرنت، ساکسفون و سایر آله های بادی را مینوازم. اکثر شاگردای من بین سنین 10 و 12 ساله هستند. و راهلا مادر با زندگی پر جنجال و تدریس موسیقی معتقد است که جدایی او از نواختن موسیقی امکان پذیر نیست و او با موسیقی رابطه عمیق پیدا کرده است که هیچ وقت آن را از دست نخواهد داد. می فهمین موسیقی یک راه و شیوه زندگی است. موسیقی جزی از زندگیم شده، چیزی نیست که او را ترک کنم. موسیقی بخش اصلی زندگی مرا تشکیل می ده و جز زندگی هر روز من شده. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. وقتی از هنر صحبت میکنیم، مؤسسین فاکولته هنرهای زیبای پانتون کابل هم آثار هنری ماندگار را برای دو روز به نمایش گذاشته بودند. پدیده های مثل خشونت در برابر زنان و صلح از سوژه های اصلی این آثار هنری است که نقاشی شده است. مرجان سادات گزارش را در باره چگونگی برگزاری این نمایشگاه و پیام های آنها تهیه کرده است. نزدیک به 100 اثر ماندگار با سوژه های گوناگون، آزار و اذیت زنان، خشونت در برابر زنان و نیز صلح از سوژه هایی هستند که نقش این نقاب ها شدند. اثرهای از 22 هنرمند تازه‌کار. مریم احمدی صاحب 6 اثر در این نمایشگاه است. اثرهای در پشتیبانی از کار خبرنگاران و حادثه ششترک در کابل. پیام مهمیست که شما انسان آزادی خواهر از بین میرین، بگم رویش از رایش از بین بردن همیتا رایی است که جریان دار خواهد داشت. در این نمایشگاه نزدیک به 100 اثر از 22 هنرمند جلوه نمایی میکنند. این نمایشگاه برای دو روز در دانشگاه کابل برگزار شد. طبقه اونا بسیار راستی پیشگام بودن. اینی تابلوها را که ببینید اکثر تابلوهایشان بسیار موضوعات ملی و وطنی خود ما را اینه کازا را. خانمها در خیابان آن ممرود آزار ازیاد کرد. خطه هایی که برشون صبته میشه و دیدگاه هایی که بشه آنها کلن ازیاد میشه. تمامش افکار و اصحان هنرمندار تبارز و انعکاس دادن. صاحبان این نقاشی ها که شمارشان به 22 تن می رسد تازه از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل فارغ شدند. هنرمندان تازه کار با سوژه های کهنه و رویاهای بزرگ. مرجان سادات، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. و حال نوبت میرسه به مرور رویدادهای جالب در گوشه و کنار دنیا که همکارم خدیجه و مالک و زی تقدیم میکند. پولند، گروه موترسایکل سواران با پوشیدن لباس های باب نویل از مریضان شفاخانه ها به مناسبت فرارسیدن سال نو در شهر لوبلین بازدید به عمل آوردند. در این برنامه سالانه حدود 600 نفر شرکت داشتند. هسپانیا، و از سوی دیگر هزاران نفر با پوشیدن لباس های باب نویل در جاده های شهر مادرید در یک رقابت دوه شرکت کردند تا عواید آن را برای مراقبت بیماران مبتلا به سرطان کمک رسانند. مسئولین این برنامه سالانه را به مناسبت فرارسیدن سال نو عیسوی راه اندازی کرده بودند. هند، هزارا میمون در دهلی پایتخت هند نه تنها در زندگی روزمره ساکنان مزاحمت خلق کرده، بلکه روند فعالیت مراکز سیاسی را نیز مختل می سازد.
این میمون ها در هر منطقه شهر اتا در حومه قصر ریاست جمهوری نیز دیده می شود. پاکستان و یک مجموعه مود فیشن لباس های فرهنگی عروسی در لاهور توجه علاقمندان را جلب کرد. طراحان در این نمایش سه روزه 26 طرح را که با مهارت های خاص آماده کرده بودند معرفی کردند. بخشداری در همینجا به پایان میرسه، اما نشرات ما در نیم ساعت بعدی به زبان پشتو ادامه داره. همکارم سید سلیمان آشنا میزبان شماست. آشنا صاحب سلام بر شما، با امید از اینکه برنامه خوب و خوش داشته باشید. دست دم مننه تاسنم چیر تشکر. من به لیدونکو ته مسائل